همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من همچنان در سفر هستم و این آخرین برنامه است که دست کم در این یک ماه آینده در سفر برای شما اجرا میکنم. از هفته آینده در استودیوی خانگی خودم خواهم بود و مانند همیشه از آنجا برنامه برای شما اجرا خواهم کرد. اجازه بدهید که با این پیش درآمد سخن خودم را آغاز کنم که در این هفته های گذشته، در این شش هفته ای که از درگذشت زنده یاد حسین مهری، دوست نازنین من، روزنامه‌نگار برجسته ایران می‌گذرد، این برنامه برگی از تاریخ خیلی بی سرپرست شده بود. یعنی تا حدودی آهنگ خودش رو از دست داده بود. برنامه این گونه بود که موضوعی رو من و آقای مهری برمی‌گزیدیم، ایشان نگاهی می‌کردند به اسناد، کتاب‌ها، من هم یادداشت‌هایی برای ایشان می‌فرستادم، ایشان پرسش‌هایی از من می‌کردند و سپس در برنامه به آن موضوع تاریخی می‌پرداختیم و جذاب هم بود. و 12 سال این برنامه نخست در رادیو و سپس در تلویزیون ادامه داشت. 12 سال من و ایشان با هم هفتگی درباره یکی از برگ‌های ناشنیده یا ناروشن تاریخ با شما همیهنان گرامی گفتگو کردیم و در بسیاری بسیاری روزها هم شما یادداشت‌هایی برای من و ایشان فرستادید و هم ارج نهادید کار ما رو و حتی یادآوری‌هایی کردید که کجا من شاید به کژراهی رفتم، کجا آگاهی‌های من نادرست بوده، کجا باید آگاهی‌های بیشتری به شما بدهم، و همه اینها بسیار ارجدار بود. تا اینکه ایشان به راستی جوان مرگ شد، جوان از این رو که جوان برای اندیشه ها و کار خودش بود و ما رو دست تنها گذاشت. من از امروز بنا بر این دارم که این برنامه رو به همان رسم و آهنگ و نوای گذشته خودش بازگردانم و بیشتر به رویدادهای تاریخی بپردازم. ماه تیر یا تیر ماه ماهی است که در آن رویدادهای بسیار مهمی در تاریخ 200 سال گذشته ایران به وقوع پیوسته و من بر آن هستم که در برنامه امروز و هفته آینده دست کم به 3 رویداد بسیار مهم که در تیر ماه در این 200 سال گذشته رخ داده بپردازم. هفته آینده از آنجایی که ما در آستانه 30 تیر ماه 1331، یعنی روزی که زنده یاد محمد مصدق بر گرده یک جنب و جوش اجتماعی مردم بار دوم به نخست وزیری بازگشت، با آن خواهم پرداخت و زمینه های 30 تیر و پیش درآمد اون رو بررسی خواهم کرد از نظر تاریخی. اما امروز به 2 رویداد تاریخی بسیار ویژه می‌پردازم. یکی از اونها 166 سال پیش روی داده و دیگری 109 سال پیش. رویداد 109 سال پیش که نخست به اون خواهم پرداخت، پیروزی مشروطه خواهان بر محمد علی شاه و گرفتن تهران هست. یعنی چیرگی مشروطه خواهان بر تهران هست که در روز 22 تیر ماه 1288 خورشیدی روی داده. ما اینک در روز 18 هنگامی که این برنامه زنده پخش می شود 18 تیر ماه 1397 خورشیدی هستیم و آنچه که درباره اون گفتگو با شما خواهم داشت، سخنی خواهم راند، در 909 سال پیش روی داده. آنچه که در بخش دوم برنامه به اون خواهم پرداخت، رویداد بسیار دردناکی است که هنوز جامعه ایرانی به ژرفای اون نپرداخته و به دلیل پیامدهای مذهبی که این رویداد پیدا کرده، نه در اون زمان، سالیانی پس، البته در اون زمان هم، ولی سپس پیدایش آیین بهایی و درگیری هایی که میان شیعیان و بهاییان وجود داشته، چندان به خود این موضوع پرداخته نشده و اون رویداد اعدام سید علی محمد باب در 17 تیر ماه 1229 خورشیدی، یعنی 166 سال پیشه.
من اینجا به یه یاد داشتی که در مورد محاسبه تاریخ داشت نگاه میکردم. 166 سال پیش سید علی محمد باب به دار آویخته شد در تبریز. اما اجازه بدهید که آغاز کنیم موضوع رو از مشروطه. انقلاب مشروطه ایران یکی از رویدادهای بسیار شگرف تاریخی نه تنها در ایران، بلکه میتوان گفت در سرتاسر سرزمین‌های پیرامون ایران در خاورمیانه بود و به راستی با اون شرایطی که ایران داشت، شمار باسوادها، پیشینه تاریخی ایلیاتی، این انقلاب مشروطه، این پیدایش مجلس مشروطه شگفت‌آور بود به راستی که اینها آدم‌ها توانستن دستچینی از آدم‌هایی که درسی خوانده بودند یا با دانش‌های اروپایی آشنا بودند زمین ساز جنبشی باشند که یکی از نخستین پارلمان‌های غیر اروپایی رو در جهان پدیدار ساخت و دستاوردهای شگفتی در حوزه سیاسی و اجتماعی و به ویژه فرهنگی برای ایران برمکان آورد. در روز 22 تیر تهران فتح شد، یعنی به اون روز فتح تهران میگویند، چیرگی مشروطه خان بر تهران. سالی پیش از اون محمد علی شاه قاجار که جناب امیر کارگردان چهره فروه ایشان رو حتما نشان خواهند داد، محمد علی شاه قاجار مجلس مشروطه رو به توپ بست و شماری از مشروطه خواهان رو کشت. این چهره محمد علی شاه قاجار است با آن هیبتی که داشته و اصلا انسان در حتی در چهره او خودکامگی رو میبینه. آدمی است که شاهد بوده، از پنجره نگاه میکرده انگامی که دو تن از بزرگترین برجسته‌ترین آزادی خواهان ایران از استانبول به ایران تحویل داده شدند، یعنی آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، دو باجناق. اینها دامادهای شیخ صبح ازل بودند و به تهران البته دوران کوتاهی داماد او بودند، تحویل داده شدند و در زیر درخت نسترنی در همون جایی که محمد علی شاه قاجار میزیست اینها رو سرشون رو بریدند، یعنی دستور داد که اینها رو مانند گوسفند قربانی کنند. یکی از برجسته ترین روشن فکران مدرنیته ایران آقاخان کرمانی همراه با یار و دوست و همراه خودش شیخ احمد روحی و باجناق خودش شیخ احمد روحی در زیر درختی سر بریده شدند و محمد علی شاه قاجار همه این مراسم رو دید و شادمان بود. اصلا به دستور شخص محمد علی شاه، اون زمان محمد علی میرزا بود، محمد علی شاه قاجار نبود. پدر او مظفرالدین شاه می توان گفت با یک نوع شاید شور و شوق، شاید یک نوع احساس علاقمندی فرمان مشروطه را امضا کرد. شاید هم در آغاز چندان خواهان این کار نبود، ولی هنگامی که پذیرفت، آنگونه که گزارش کردند، هنگامی که بیمار هم بود و در نخستین نشست مجلس مشروطه در کاخ گلستان، چون هنوز مجلس رو در جایی که مجلس سپس برگزار شد برگزار نکرده بودند، آمدن نمایندگان به دلیل اینکه او بیمار بود همه آمدن و نشست گشایش مجلس در کاخ پادشاه برگزار شد و مظفرالدین شاه گریه کرد در این مراسم و مجلس مشروطه رو گشود، یعنی نخستین مجلس قانونگذاری تاریخ ایران رو که نمایندگان ملت در اون شرکت داشتند مظفرالدین شاه گشود و گریه کرد و گفت سالهاست در چشم برای چنین رویدادی بوده. ما نمیدانیم تا چه اندازه این شادی او از ته دل بوده یا نبوده، ولی به هر روی این رو میتوانیم بگوییم که هم مظفرالدین شاه و هم پدر او ناصرالدین شاه به هر روی به دلیل آشنایی با فرهنگ غرب، با اندیشه های مدرن، تا حدود زیادی پذیرفته بودند که راهی جز این نیست که ایران در شاهراه مدرنیته گام بردارد. ناصرالدین شاه که حتما در یک برنامه به اون خواهم پرداخت،
که به نادرستی همه کارهای نیکی که در اون دوران روی داده رو به عنوان کارهای بد شمرده شده یا ارج کارهای او رو نگاه نداشتن، اگرچه کارهای پلیدی هم در اون سر زده، ولی روی هم رفته میتوان گفت در دوران ناصرالدین شاه هست که درخت مدرنیت ایران به بار نشست، از اونجا شروع شد هستن. یک رشته آزادی هایی که ناصرالدین شاه داد، آزادی های سیاسی نه، آزادی هایی که بر روی برای جامعه ایرانی اون روز بسیار تازه بود، گشودن دارالفنون، انتشار روزنامه، سفر خود ناصرالدین شاه، البته نه به دلیلی که خود ناصرالدین شاه اینها رو میدانست، به شکرانه کارهای کسانی مانند سپهسالار و دیگران به فرنگ، به اروپا، اون رو میگفتن فرنگ، همه اروپا رو میگفتن فرنگ، یعنی فرانسه رو به عنوان فرنگ رو به عنوان همه اروپا نگاه میکردند. این سفرهای اروپایی در اونها تأثیر گذاشت، در مورد مظفرالدین شاه هم اگرچه سخت تأثیر سید بحرینی بود، ولی بر روی سفرها در اون تأثیر داشت. محمد علی شاه از سرشتی دیگر بود، آدمی بود که خودکامه بار آمده بود و خودخواه بود و از همان آغاز سخت مخالف حتی کارهای پدرش در دادن فرمان مشروطه، و هنگامی که به تخت پادشاهی نشست، مشروطه خواهان بسیار بیمناک بودند که او با مشروطه مخالفت خواهد کرد. هنوز به تخت شاهی نشسته بود و ولیعهد ایران بود که مظفرالدین شاه در بستر بیماری بود و نمایندگان مجلس با شتاب فراوان قانون اساسی رو فراهم کردند که مظفرالدین شاه بر اون دستینه بگذارد تا پیش از اینکه او بمیرد این قانون اساسی تصویب بشود، تا محمد علی شاه نتواند قانون اساسی رو لغو کند. و سپس موضوع متمم قانون اساسی که در واقع گوهر قانون اساسی، متمم قانون اساسی است، افسوده هایی است که بر قانون اساسی سپس نوشتند و حقوق ملت رو و حقوق پادشاه رو و تقسیم قوای سگانه رو در متمم قانون اساسی فراهم کردن، چون خود قانون اساسی با شتاب نوشته شد و اساساً همان بیشتر همان نظامنامه مجلس در آغاز بود، یا تا حدودی نظامنامه انتخابات بود که تبدیل شد به قانون اساسی. ولی متمم قانون اساسی که گوهر در واقع دستاوردهای انقلاب مشروطه است، در دوران محمد علی شاه نوشته شد و بارها محمد علی شاه کوشش کرد اون رو زیر پا بگذاره و سرانجام هم در جریان جنب و جوشی که به وجود آمده بود، پشت قرآنی رو امضا و مهر کرد که بله، من وفادار به قانون اساسی هستم. اما آدم‌های مانند شیخ فضل‌الله نوری که اینها آدم‌های دشمن مشروطه بودند، مشروطه‌خواه بودند، شیخ فضل‌الله نوری شاید بتوان گفت پدر بزرگ انقلاب اسلامی به شمار می‌آمد. یعنی این چیزی که ما امروز در ایران داریم، اگر نیایی داشته باشد، اگر پدر بزرگی داشته باشد، پدر بزرگ این جنبش اسلامی و جمهوری اسلامی و نیای بزرگ آیت الله خمینی شیخ فضل‌الله نوری است. فکر می‌کنم کارگردان ما پیکری از این شیخ هم داشته باشند که بتوانند به دست کم به بله این چهره شیخ فضل‌الله نوری است. که جالب اینجاست که در این پیکری که شما می‌بینید، من هم الان می‌بینم، این پیکره رو که البته قیچی کردن، این پیکره او با بهبهانی در کنار او آقای سید محمد بهبهانی، سید عبدالله بهبهانی نشسته و این سید عبدالله بهبهانی یکی از دو سید معروف مشروطه خواه بوده و خود این شیخ هم در آغاز ادعا می کرد که هوادار قانون و هوادار مشروطه است، ولی خیلی زود دریافت که مراد مشروطه خواهان از قانونگذاری زمینی است، نه قوانین الهی، و این است که از مشروطه برید. بریدن او از مشروطه هم سرانجام بر پایه اصل هشتم متمم قانون اساسی بود. هنگامی که در مجلس مشروطه در سال 1285-86 مورد گفتگو قرار گرفته بود، این بند متمم قانون اساسی پس از برگذشت مظفرالدین شاه و آغاز پادشاهی محمد علی شاه،
اصل هشتم متمم قانون اساسی که ما هنوز هم در ایران نتوانستیم پس از 110 سال اون رو اجرا کنیم، این اصل بسیار مهم که اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی حقوق خواهند بود، برابر خواهند بود، شیخ از این ماده بسیار مهم، از این اصل هشتم متمم قانون اساسی رنجید، برید و اون رو دشمن اسلام قلمداد کرد. به داوری او اهالی مملکت ایران برابر نبودند، امروز هم نیستند. اینکه میگویم شیخ فضل‌الله نوری نیا و پدر بزرگ انقلاب اسلامی بود، از این روز که در لوایی که هنگامی که او پناهنده شده بود به زاویه حضرت عبدالعظیم رفته بود، اونجا پناه گرفته بود، در اونجا نوشته بیرون میداد علیه مشروط خواهان در پشتیبانی از مشروعه، از جمله میگفت که در کشور اسلامی اهالی حقوق برابر ندارند، مسلمان و غیر مسلمان برابر نیستند، مرد مسلمان و زن مسلمان با هم برابر نیستند، مسلمان و کافر با هم برابر نیستند، مسلمان و اهل کتاب با هم برابر نیستند. و در این راستا داوری های بسیار روشنی داشت که این داوری ها محدود او هم نبود، این داوری ها از بنیاد دینی برخواسته بود، از یک مجموعه آموزش های بیرون آمده بود که این آموزش ها اندیشه های شیخ فضل‌الله نوری نبود، بلکه در درازای تاریخ هزار اندی سال پیش از اون وجود می داشت و اینک شیخ فضل‌الله نوری اینها رو مدرنیزه کرده بود، یعنی در زبان اینها رو روز به روز آورده بود و در لوایح خودش اشاره می کرد که اصل هشتم متمم قانون اساسی خلاف دینه. افزون بر این، بر این باور بود که حتی اصل دوم متمم قانون اساسی که ظاهرا برای نوشته شده بود که او رو راضی کنند، این اصل که 5 تن از روحانیان تراز اول به گزینش خودشون، به گزینش نجف یا به حکم قرعه از سوی مجلس اینها شورای نگهبان بر قانون اساسی باشند، همین شورای نگهبانی که امروز وجود داره، و اینها داوری کنند که آیا قوانین با اسلام و شریعت و فقه و به ویژه با آیین شیعی همخوانی دارد یا ندارد، این رو هم حتی رد میکرد. میگفت هر آخوند و مجتهدی، نه آخوند بلکه هر مجتهدی، هر مجتهد جامع و شرایطی به تنهایی میتواند اعلام کند که قانونی خلاف شرع است و نیازی به وجود چنین کمیسیونی نیست. مجلس اصلا نمیتواند جلوی رأی شرعی یک مجتهد را بگیره و هر مجتهدی از جمله خود او میتواند رأی بدهد که قوانینی که از مجلس گذشته خلاف شرع است و اگر قوانینی خلاف شرع بود این قوانین نباید اجرا بشود. این قانون، این دستور فقهی آقای شیخ فضل‌الله دوری رو هیچگاه اجرا نکردن، حتی اصل دوم متمم قانون اساسی هیچگاه اجرا نشد، یعنی هیچگاه مجتهدان دارای این حقوق نبودند از زمان مشروطه تا پایان دوران پادشاهی محمد رضا شاه که دستور بدهند، فتوا بدهند و اعلام کنند که فلان قانونی که از مجلس گذشته است خلاف شرع است. ملاحظه می کردند دولت مداران، دولتیان، دولت مردان، اما قانون نبود، این قانون اجرا نمی شود. قانون بود ولی اجرا نمی شود. از همون آغاز هم روشن بود که مشروط خواهان این قانون رو به گونه نوشته بودند که اجرا نشود، نتواند اجرا بشود، کار نادرستی هم بود، ولی به هر روی یک شگرد سیاسی بود که بتوانن از این راه آخوندهای تندروی مانند شیخ فضل‌الله راه رو دست کم آرام کنند، ولی اونها هم آرام نشدند. در مخالفت با اصل دوم متمم قانون اساسی یا اعلام نارضایی از این اصل دوم متمم قانون اساسی و سپس خشم و طغیان در برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی که اهالی مملکت ایران رو در برابر قانون برابر می‌دانست، او و یارانش از مشروطه بریدند و بریدن اونها از مشروطه زمینه‌ای شد که محمد علی شاه گستاخ بشود، دریافت که این بیمهراسی که او از مشروطه خواهان داشته
شاید ترکی در اون فراهم شده. یعنی با رفتن آقای شیخ فضل‌الله نوری به زاویه حضرت عبدالعظیم، پناه بردن او به این حرم و سپس اعلامیه‌هایی که علیه مشروطه بیرون میداد و فتواهایی که صادر میکرد و دستورهایی که درباره حتی پای پاره از رهبران نجف میداد، یعنی میگفت که این آخوندهای هوادار مشروطه هم از دین برگشته هستند، آقای محمد علی شاه قاجار گستاخ شد و دریافت که میتواند اینک به یاری دین و همراه با قزاقان به رهبری روسایی که قزاقان رو رهبری میکردن، شاپشال و ریاخوف و دیگران، میتواند مشروطه رو تحتیل کنه و همچنین هم کرد. نخست شورشی بود که در برانگیختن در میدان توپخانه شکست خورد و پس از اون مدتی آرام شد و سرانجام دریافت که میتواند مشروطه رو تعطیل کنه. ما آگاهی های زیادی در دست نداریم که آیا شخص شیخ فضل‌الله نوری پیغامی برای او فرستاده که مشروطه رو، یعنی مجلس مشروطه رو به توپ ببندد یا نه، ولی به هر روی رفتار شیخ فضل‌الله نوری و یکی از روحانیان مشهور عتبات به نام یزدی که آقای شیخ فضل‌الله نوری از او پیروی می‌کرد، آقای یعنی محمد علی شاه قاجار رو برانگیخت، گستاخ کرد و سرانجام او در سال 1287 خورشیدی مجلس مشروطه رو به توپ بست و مجلس اول مشروطه به این ترتیب بسته شد، تعطیل شد. گروه از مشروط خواهان رو به باغ شاه بردند، تنی از اونها رو کشتند، مانند زنده‌یاد جهانگیر خان سور اسرافیل، کسی که روزنامه بسیار بسیار خواندنی سور اسرافیل رو بیرون میداد و یار غار عود خدا فرار کرد از اونجا و رفت به ایوردون سوئیس و در اونجا سور اسرافیل رو 4 شماره منتشر کرد و در نخستین شماره این سروده معروف رو یادار، این رو در واقع برای من خیلی غم انگیز هست، ولی بر روی این سروده بسیار بسیار زیبا رو در اونجا، این شعر بسیار زیبا رو در اونجا سرود، یادار ز شمع مرده یادار. این رو البته زنده یاد گرگین، ایرج گرگین، دوست خیلی خوب من، با صدای زیبای خودش خوانده و بسیار بسیار شنیدنی است. من به شما هم میهنان گرامی پیشنهاد میکنم اگر میتوانید در یوتیوب این رو بیابید، با صدای ایرج گرگین، یادار ز شمع مرده یادار. مجلس مشروطه به توپ بسته شد، گروهی از آزادی خواهان رو کشتند، گروهی از اونها فراری شدند و سپس یک جنبش اجتماعی نیرومند در ایران برخاست. این هم یکی از درس‌های تاریخ است. هنگامی که جهل و خودکامگی به آزادی و بیداری اعلام جنگ می‌دهند، اگر شما الافاصله در برابر اون نیستید، آنها چیره خواهند شد. مشروطه خواهان مقاومت کردند، به ویژه در تبریز. ماجرای مقاومت اونها رو، پاسداری اونها رو از جنب و جوش مشروطه خواهی زنده یاد احمد کسروی هم در تاریخ مشروطه ایران و هم در تاریخ هجره سالی آذربایجان به راستی باید گفت به گونه‌ای نه تنها خواندنی، به گونه‌ای به یادماندنی یادداشت کرده. کوتاهی‌هایی هم در این یادداشت ها هست، جنبه‌هایی از دشمنی های او با آدم های ویژه‌ای در این یادداشت‌ها به چشم می‌خوره، ولی به هر روی آگاهی هایی که ما از دوران مشروطه، در اون دوران جنب و جوش و مقاومت مردم آذربایجان در برابر سپاه دشمن مشروطه در دست داریم، در هیچ کجا نمی‌توانیم بیابیم. و این رو زنده یاد احمد کسروی که خود او در اون روزها در تبریز بوده، این رو جاودان کرده در تاریخ مشروطه و تاریخ هجره سالی آذربایجان. سرانجام مشروطه خواهان بر محمد علی شاه پیروز شدند.
و تهران رو در روز 22 تیر ماه 1288 خورشیدی 109 سال پیش فتح کردن، بر اون چیره شدن. ناتوانی ها و محدود بودن نیروی مشروطه خواهی در ایران رو شما می توانید از این رویداد دریابید. تا پیش از گرفته شدن تهران، بنیاد اندیشه مشروطه خواهی نگاه به اروپا، نگاه به مدرنیته، جستجوی راهکارهای رایزنانه برای پایان دادن به زندگی ایلیاتی جامعه ایران بود و به همین دلیل هم بود که ما رفتارهای خونریزانه در اون دوران نمیدیدیم. بیشتر جنبش‌ها جنبش‌هایی بود که امروز ما به اون میگوییم جنبش مخملی، جنبش‌های خشونت پرهیز بود، بسط‌نشینی بود، شبنامه نویسی بود، رایزنی و گفتگو و نشست‌های پنهان بود. پس از گرفته شدن تهران، نیروهای مسلح بر تهران چیره شدند. مجاهدان تبریز که خب ستارخان و باقرخان رهبری میکردن اونها رو، نیروهای مسلحی که از گیلان به سردمداری سپهدار تنکابونی که نخست وزیر پس از گرفتن تهران بود، اونها به تهران آمده بودن که یبرمخان ارمنی یکی از رهبران اونها بود و نخستین رئیس شهرمانی کل کشور شد پس از اون، و همین آدم است که با واقعا درایت و شهامت رفت و شیخ فضلالله نوری رو دستگیر کرد و به دادگاه انقلاب تحویل داد، و همچنین نیروهای بختیاری که از جنوب آمده بودند و زد و خوردها میان اینها در گرفت. یعنی تهران پس از چیرگی مشروطه خواهان دیگر تهران دوره پیشتر نبود. من در اینجا اشاره میکنم از نظر تاریخی و امیدوارم هفته های آینده اون رو باز کنم، شاید هفته آینده بیشتر به اون بپردازم، اگرچه وعده دادم که هفته آینده 30 تیر خواهد بود، شاید 30 تیر رو به هفته پس از اون بیاندازیم و بیشتر به همین بپردازم که این چیرگی نیروهای مسلح در تهران چگونه چهره مشروطه رو دگرگون کرد، چگونه ساختارهای ایلیاتی رو دوباره به ایران بازگرداند. فراموش نکنیم که در نخستین دولت پس از چیرگی مشروطه خواهان بر تهران، دو شوهر خواهر محمد علی شاه در کابینه بودند، یعنی بخشی از دولت بودند. سپهدار تنکابونی که نخست وزیر ایران پس از گرفتن تهران بود، پیشتر از کسانی بود که تبریز رو معاصره کرده بود در کشتن مشروطه خواهان در تبریز، از سوی محمد علی شاه و مخبر السلطنه نقش داشت، ولی همه اینها سپس، یعنی پس از فتح تهران، نقش بسیار کلیدی در مشروطه دوران پس از اون ایفا کردند و به همین دلیل هم مشروطه پر از گرفتاری شد. مجلس مشروطه و فرهنگ مشروطه پیش از به توپ بستن مجلس و پس از به توپ بستن مجلس دو دنیای کاملا متفاوت است. و من در هفته آینده به درازا به این خواهم پرداخت که چگونه پیروزی مسلحانه بر محمد علی شاه چهره مشروطه خواهی رو هم در ایران رادیکالیزه کرد و جنبه های بسیار مدرن مشروطه رو فرسایش داد و جنبه های از مشروطه رو که 10، 12، 13، 15 سال طول کشیده بود، به درازا کشیده بود تا سرانجام مجلس مشروطه رو به بار بنشاند، اینها رو از ما گرفت و یک فرهنگ تازه‌ای رو اندکی رادیکالتر بر ایران چیره کرد. همین اعدام شیخ فضلالله نوری نشانی از آن است. اگرچه در اون زمان شمار کسانی که مجلس، یعنی شورای انقلابی و دادگاه انقلاب به دار آویخت بسیار اندک بود، تنها 5 تن رو به طور رسمی به دار آویختند. من با اعدام مخالف هستم، ولی به هر روی بر پایه باورهای ارزش‌های اون زمان داوری می‌کنم، اگرچه شمار بسیار اندک بود، انتقام کمتر گرفته شد، ولی به هر روی همین ورود به این حوزه که شیخ فضلالله نوری رو میتوان به دلیل باورهای دینی او و پشتیبانی از مشروعه به دار آویخت، خب نشان میداد که فرهنگ
مشروطه تا اندازه‌ای دستخوش تغییر شده و این دگرگونی های مشروطه سرانجام ناکامی های مشروطه را هم به بار آورد. برای اینکه به بخش دوم این برنامه برسیم، آهنگ و ترانه‌ای که پیامد همین ناکامی از انقلاب مشروطه است، گرفتاری هایی است که مشروطه خواهان در دوران پس از مشروطه، پس از چیرگی بر تهران داشتن، خیلی پس از اون، این رو برای شما چند لحظه دیگر پخش خواهم کرد. پیش در آمدی هم برای شما در این باره بگویم. مرغ سحر ترانه ایست که محمد تقی بهار، ملک الشعرا، به داوری من یکی از شاید بزرگترین سراینده ایران پس از سعدی، اون رو سروده و سالهای درازی هم به کسی نمیگفته که این آهنگ از سروده های اوست و مرتضی نیداوود در دستگاه ماهور این رو ترانه کرده و نخستین بار در سال 1306، دو سال پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا حدود سرخوردگی های پاره از مشروطه خواهان، در جشن ششمین سالگرد روزنامه ناهید در یکی از باغ‌های یکی از آدم‌های بسیار دارای تهران پخش شده. ملوک زرابی میگویند نخستین کسی است که این آهنگ را خونده و قمرالملوک وزیری سپس و خیلی ها سپس این آهنگ را خوندند. اجازه بدهید که برای اینکه به بخش دوم برنامه برویم، این ترانه رو که یک اجرای ویژه است از کار آدم‌های سرشناس و مردم و یکی از دوستانی رو به من پیشنهاد کرده، این رو نگاه کنیم و من سپس بخش دوم برنامه رو با شما دنبال کنم. بسیار سپاسگزارم از جناب امیر. برای به سفارش یکی از همکاران دوستان بنا بود که ما یک همخوانی دوستداران شجریان رو در این برنامه، یعنی این کار داشته باشیم، همین مرغ سحر. خوشبختانه جناب امیر توانستن یک اجرای خیلی شفاف و خوبی رو از خود دوست نازنین همه ما ایرانیان، و خب بر روی بندم از دوستان و دوستداران ایشان هستم، جناب شجریان و فرزندشون پیدا کنم که این خب بسیار بسیار خوب بود. اون همخوانی رو شاید در یه برنامه دیگری ما بتوانیم اجرا کنیم. اون همخوانی هم اجرای بسیار بسیار جالبی است که شاید در یه برنامه اجرا بشود. از من خواستن یکی از دوستان از راه ایمیل در همین فاصله که دوباره بگید که این مرغ سحر کی اجرا شده، چرا همه فکر میکردن که این درست و همون گرماگرم انقلاب مشروطه درست شده. نه، این اندکی پس از مشروطه ملک الشعرای بهار که تا حدودی سر خورده بوده از پیامدهای مشروطه و درست در دوران زوال قاجار و روی هم رفته آغاز فراز رضاخان در آغاز و سپس رضاشاه به فرمان روای ایران، در اون دوران این رو سروده و این رو هم پنهان کرده، مانند بسیار از کارهای دیگری که در اون هنگام بهار می کرده، این کارها رو پنهان می کرده و دوست نزدیکی داشته، البته دوست جوانی داشته به نام عشقی، که عشقی پاره از شعرهای سروده های بهار رو در روزنامه خودش چاپ می کرده و خیلی ها فکر می کردن که اینها از سروده های عشقی است و دست کم چهار سروده بسیار بسیار مهم و برجسته بهار که از توانایی عشقی خارج بوده، خیلی بالاتر از توانایی عشقی بوده، اینها رو خیلی ها به نادرست به نام عشقی شناختن و یکی از سروده هایی که گمنام بوده و گمان می زدن که شاید این کار بهار باشه، همین ترانه مرغ سحر است. این ترانه‌ای که سپس با کار مرتضی نیداوود جاویدان شد و خیلی ها این رو خواندن و
نخستین بار این رو در تهران در سال 1306 اجرا کردند و خب این گواه یک پیامی هم هست در اون هنگام که در سال 1306 چنین کاری اجرا بشود و سپس اجرا نشد و بارها و بارها پس از اون دیگه گل کرد و ترانه‌ای شد که شاید صدها، حالا شاید صدها نه ده ها خواننده این رو به زیبایی اجرا کردن. و ما برویم بر موضوع بخش دوم برنامه که من امیدوار هستم که در یک برنامه دیگری باز هم به درازا، نه به این جنبه‌ای که امروز اشاره می‌کنم، ولی به گوهر موضوع بپردازم. در 17 تیر ماه 1229 خورشیدی که البته اون زمان این سالها رو و تاریخها رو با تاریخ خورشیدی نمی نوشتند یا نگه نمی داشتند، اما ما توانستیم، خیلی ها، من یکی از اونها، صدها نفر دیگر توانستند در تقویم ها اینها رو به تاریخ های ایرانی بازگردانند و برگردان این تاریخ اون زمان 17 یا به گفته برخی 18 تیر ماه 1229 خورشیدی است، یعنی 166 سال پیش. برای اینکه تا حدودی از نقطه نظر تاریخی یک نوع ابزاری هم به دست شما بدم، فرمان مشروطه در سال 1285 خورشیدی صادر شده. این رویداد در سال 1229 خورشیدی رخ داده، خیلی خیلی پیش از مشروطه، نزدیک به شاید 50 سال پیش از مشروطه، بیشتر 60 سال پیش از 55 سال پیش از فرمان مشروطه، تقریبا 55 سال پیش از فرمان مشروطه، که شخصیتی که در اون هنگام شاید آنقدرها شناخته شده نبود ولی نخبگان جامعه از او آگاهی می داشتن و گواهی های زیادی هم در دست هست که بسیاری از جنب و جوش هایی که در گوش و کنار کشور در اون دوران ناصرالدین شاه رخ می داد بر پایه آموزش ها و دستاورد ها و ارزش هایی بود که او معرفی کرده بود، در تبریز به دار آویخته شد. یعنی سید علی محمد باب، سید علی محمد شیرازی، نام‌آور به باب، سید علی محمد شیرازی در شیراز به دنیا آمده بود و جنبشی رو برپا کرد که پس از اون به جنبش بابی نام‌آور شد و از دل جنبش بابی جریان ازلی و سپس جریان بهایی بیرون آمد. میان دو برادر، صبح ازل و برادر او که پایه‌گذار آیین بهایی است، درگیری هایی بود و سالها پس از اون بهاءالله گفت که او در واقع از پیش برادر خودش رو، برادر ناتنی خودش رو جلو انداخته که کار او در واقع آسان بشود و هر دوی اونها مدعی جانشینی یا به گونه‌ای نمایندگی باب رو داشتند، ولی بر روی آیین بهایی با آیین باب یکی نیست یا کارهای باب یکی نیست و حتی بهاءالله با آیین بهایی در نقد به کارهای باب چیزهایی نوشتند و به گفته خودشون اون رو تا حدودی اصلاح کردند. من اصلا اینجا وارد بحثهای آیینی و مذهبی نمیشم، به آیین بهایی هم کاری در این برنامه ندارم، اصلا کار من مذهب نیست، اما جنبش باب به داوری من نخستین جنبش رفرماسیون دینی بزرگ در ایران مدرن بود. یعنی ما که امروز از نیاز به رفرماسیون در آیین شیعی سخن میگوییم، کوشش ناکام باب نخستین جنبش رفرماسیون دینی در ایران است که برخی از اندیشمندان چپ به نادرست این رو یک جنبش دهقانی، یک جنبش انقلابی برای براندازی حکومت برشمردند. این براندازی حکومت پس از آغاز جنبش باب در گرفت، یعنی هنگامی که باب در زندان در چهریق در بند می بود، یاران او در واقع شوریدند و جنبشی را آغاز کردند که به جنبش مسلحانه انجامید و بسیاری از اونها کشته شدند.
و سرکوب شد جنبش باب به این ترتیب. ولی خود باب و حرکتی که آغاز کرد به راستی باید گفت یک جنبش اصلاحات دینی بود. یعنی آدمی که مجتهد نبود، آدمی که درس دینی محدودی خونده بود، کاری رو آغاز کرد که پس از به ویژه جنبش شیخیه، پس از کارهایی که شیخ احمد احسایی آغاز کرده بود و سپس سید رشدی اون رو رهبری میکرد و پس از درگذشت او، در واقع این جریان ناکام مانده بود، بی سرپرست مانده بود و او پیغام داده بود، پیام داده بود، او وعده داده بود که کسی خواهد آمد و شیعه کامل خواهد بود و اوست که در واقع میتواند شما رو رهبری کند در این کاری که ما آغاز کرده ایم. سید علی محمد باب پدیدار شد، آدمی که درس دینی اندکی خوانده بود، بسیار جوان بود، روشن است که دارای یک نوع جذبه‌ای بود، آدمها رو به سوی خودش جلب می‌کرد. و فراموش نکنیم که در جنبش باب برخی از نام‌آورترین روحانیان برجسته سرتاسر ایران به این جنبش پیوستند، یعنی بابی شدند. آدمی رو محمد شاه قاجار فرستاد از برجسته‌ترین شیخ‌های تهران برای اینکه باب رو پشیمان کنه و او بابی شد. و بسیاری از کسانی که به این جنبش پیوستند از آدم‌های سرشناس مذهبی بودند و بنابراین باید گفت شاید این جنبش یکی از نخستین کوشش‌های بزرگ اجتماعی برای رفرماسیون دینی بود. در روز 17 تیر 1229 خورشیدی، در اون روز سید علی محمد باب رو دوبار به دار آویختند. یک بار تناب پاره شد و دوباره اون رو به دار آویختند. و به راستی هم یکی از برگ‌های ناروشن تاریخ ایران همین موضوع جنب و جوش سید علی محمد باب هست. اونهایی که از آیین بهایی پشتیبانی میکنند یا اونهایی که سردمداران باورهای شیعه هستند، در دو سوی این داستان به داوری من تاریخ رو تا حدود زیادی شاید نمیتوانم بگویم وارونه کردن، ولی نادرست و ناروا در برابر ما قرار دادن. ما باید به بررسی واقع بینانه و غیر دینی این تاریخ بپردازیم. من شور وقتا به پایان برنامه رسیدم و نمیخواهم رنجش جناب امیر رو فراهم کنم. این است که با شما بدرود میگم، امیدوارم هفته آینده در استودیو با شما برنامه بهتری رو داشته باشم. روز روزگار و شما خوش باد.